در پی بارندگی های اخیر در هرات خسارات بسیار هنگفتی به مردم در این ولایت وارد شده است. بر اساس معلومات، سرازیر شدن سیلاب در بخش های از ولسوالی گذره هرات سبب تخریب 50 خانه مسکونی به صورت کامل و تخریب صدها جریب زمین زراعتی در این ولسوالی شده است. به گفته باشندگان ولسوالی گذره، سیل در بخش های از این ولسوالی از 2 روز به این طرف سرازیر شده و تا کنون ادامه دارد. تقریبا به خدمت شما عرض کنم حدود تقریبا داخل همی باغ حدود 25 باغ کلن اینا همه سیلاب تشارونده، اینا را همه سرتم شده. دگه 3-4 چکم کنی با حاضر حضور سر قزیم که همه برادرای استادی هم به چشم سر مشاهده میکنی، اینا رو میبینی که دیوالای همه چپه کده. خود من به داخل از این قریه یک آدم مستضعفی، زندگی من مبیده، من دیگه چیز زیادی هم نداره، خودم من پا معلوله، هم همسایه دیوار خبر داره. سیلاب از پریش یک سیلاب که هفته پیشتر آمد که این منطقه رو باز بگرفت و یک سیلاب که آمد پریش آمد پریش که بیاماد از ساعت 11 بشه بیاماد تا حالا کم کانه میبینیم که امروز که روز دیوم اینه دوم به سیلاب هم هست و مشاهده میشه به سیلاب بیاماد و تمام باقای همین محیط منطقه خونه اینا باقای اینا که به چشم سر هم میبینیم همگی تخریب کرد که به این محیط منطقه مردم غریب و مستضعفی هم سکونت دارم، نشیمن دارم و ملکای نار همگی دیدیم که از بین ببرد. آنطور که دیده می شود دامنه این سیلاب به حد گسترده بوده که بسیاری از باغهای مردم را به صورت کلی تخریب کرده و بسیاری از باشندگان این ولسوالی نیز به مناطق دیگری مسکن گزین شده اند. باشندگان این ولسوالی می گویند علاوه بر تخریب منازل و زمین های زراعتی به مواشی و اموال آنان نیز آسیب رسیده است. در قریه سوغان از زمانی که بران تقریبا 7-8 10 ساعت طول کشید با تعداد 50 خونه ویرانه کرده که جای قابل شیشتن نکفر هم از بیرون رفتن با اساس زندگی خود تمام اقتصاد نظر خاک رفت با تعداد 100 خونه آواره شده که از دیما برفته به بیرون که دیگه جای شیشتن چه ندارم خونه اینا در حال تخریبه که از بیرون از خونه از داخل فرار کردم بیرون رفتم. همین طرف همین جی دیوال بود خومه بود اگه ما همین سال دست ما نبود به حساب همین خومه از این بلوک بچیندیم یک بار سل شیوه شد به می بر نصف شو بود اگه هم و چون ما بجستم به کوچه ای بری بر جستم و ترس جون خو ما هم دیگه همه به سیالا ما به تر خاک و گل همه بمونده ما هم دیگه کاری از دستمون نمود دیگه الان میبینم هم دستمون ای بر میده ای بر میده هیچ کاری هم از دستمون نمیآید یک مشت کارگر میمیدی. با این وجود باشندگان ولسوالی گذره هرات از حکومت میخواهند تا برنامه مشخصی را جهت مهار سیلاب در این مناطق در دستور کار خود قرار داده و از سرازیر شدن سیلاب به این مناطق جلوگیری کند. مردم در حال فرار خونه های مردم به تعداد 50 خونه ویرون ویرون شده که هیچی نمونده گاو و گسپند مردم به جا نداره زندگی نداره تعداد 150 خونه دیگه در حالیه که به دیگریات همجوار رفته به حساب باغداری میلیون ها دلار به مردم جوهای اینا از به کلی دایا اینا از بین رفته درخت ها اینا از بین رفته زندگی اینا از بین رفته ما زمین کشاورزی دیگه به اسبغون به هیچی نمونده هر چی کش کرده بدیم به زیر لای و گل رفته چیزی به مردم اگر دولت به زیر مردم کمک نکنه این دیگه حاصل این مردم نداره. این سیلاب ها در حالی در این مناطق سرازیر می شود که با گذشت چندین سال تاکید باشندگان ولسوالی گذره تا کنون چندان توجهی به این مسئله نشده است. این در حالی است که روز گذشته والی هرات در بازدید از مناطق آسیب دیده ناشی از سیلاب در هرات بر روند کمک رسانی به متضررین این رویدادها تأکید کرده است.